از انجام تعهدات و تعهدات عبادی و اطاعت سرباز می زند. آنگاه مجبور به مواجهه و مقابله با موضوع مدلول و محصول می شود که در حال ایجاد مصیبت در مقام اصابت مجبور وارد به او، در واقع به عنوان یک فاسق در مقابل آزمایش قرار می گیرد. و این آزمایش اگر انجام نمی شد، اگر مدعی دین در مرحله ما قبل به تعهدات خود عمل کرده بود، شاید که این آزمایش ها بر او وارد نمی شد یا این نوع آزمایش ها بر او وارد نمی شد. بنابراین در تخلف از تعهد و سرپیچی از اطاعت، موضوع تنبیه و امتحان مجدد آغاز می شود. هر چند باری که انسان تخلف کند و هر چند باری که انسان طغیان کند و عصیان کند و فسق بورزد، یک بار دیگر آزمایش تکرار خواهد شد. گفت پس به هر دوری ولی قائم است، آزمایش تا قیامت لازم است. یعنی هیچ وقت آزمایش برداشته نمیشه تا وقتی انسان دارای اختیاره، تا وقتی انسان دارای اراده و استعداد و توان و عقل و امکان هست، آزمایش هم ادامه داره. تا وقتی از انسان فعلیتی سر میزنه، آزمایش هم ادامه داره. در طول تاریخ حیات بشر، مصیبت ها و سقوط و خونریزی از عدالت و امنیت در جامعه معلول و محصولی که وجود داشته، بزرگترین اینها سقوط انسان در انجام تعهدات خیش بوده است. و در تنبیه اول آزمایش دوم شامل می شود و یا به قول قرآن اصابت می کند و موجب مصیبت می شود. قرآن می گوید آیا گمان می بری که بدون اطاعت اول و بدون قبولی آزمایش دوم کار شما به سرانجام می رسد و به پایان می رسید و به هدف صراط مستقیم واصل می شوید و در واقع به بهشت رضای خدا وارد می شوید؟ آنگاه قرآن شریف به ذکر تاریخ اشاره می کند و می گوید گذشتگان شما نیز تعهد کردند و گذشتگان شما نیز از تعهد خود سر برتافتند و سرپیچی کردند و مورد آزمایش قرار گرفتند و در مقابل شرایطی قرار داده شدند تا بتوانند جبران مافات کنند و به صراط مستقیم بازگردند. قرآن میگوید طبیعت امتحان، شمول و ایراد بأس یعنی رنج، حرمان، خفت، بدبختی، حقارت، تنگ دستی و بیچارگی و سختی و دشواری است. خدا میگوید شدت این امتحان توأم با تنبیه که بعد از خلاف اول و فسخ اول و تخلف اول در انجام میثاق شامل میشود و اصابت میکند، به حدی شدید و مستمر است که حتی کسانی که خود موجب ایجاد و وقوع این مصیبت و این امتحان هستند، کسانی که خود باعث وجود این بیماری و این آزمایش مرگبار شدند، حتی ایشان و حتی رسولان ایشان فریاد برمی آورند که متى نصر الله؟ کجاست؟ کی می آید؟ پس کجاست؟ یا در واقع در قلب خودشون می گویند که آیا واقعا می آید؟ پس کجاست نصرت خدا؟ یعنی در این مرحله حتی رسول نیز بر وقوع نصرت و شمول نصرت خدا تردید می کند. در این آزمایش خطیر و وحشتناک، نوعاً حرمان، مهنت، رنج و سختی بر جامعه مستولی می شود، مسلط می شود، حاکم می شود. شدت این امتحانات
و شرایط دشواری که برای رفع آنها از طریق نصرت برای پیامبر و امت او باید وارد بشود، به حدی است که پیامبر و امت او دست به دعا برمی‌دارند، در حدی که حتی ایمان پیامبران مورد تردید قرار می‌گیرد و حتی ایمان پیامبران متزلزل و لرزان و بی ثبات و منطقاً بی بنیاد و بی اعتبار می شود. به نظر می رسد نوعاً تخلف از تعهد علت و موجب ایجاد بروز شرایط و عواملی می شود که شاید با آن امتحان معلول علت فسخ و سرپیچی و نقض عهد باید نام نهاد، یعنی شرایطی که معلول و موجود نیروی اراده و اعمال اختیاری خلق در مقابل ایجاد شرایط شمول قوانین و شرایط این امتحان ناگزیر و ناگریز است. به این ترتیب به این شرایط و همچنین مکانیسم وقوع آن در قرآن از واژه اصابت استفاده کرده است. اصابت به معنای برخورد یک یا چند نیرو به عنوان علت بر چند نشانه و بر چند هدف است، به نحوی که اصابت به صورت جبری و قهری بر مفعول وارد می شود و در برخورد و ایراد آن مصیبت و ناکامی و سختی و مرارت توأم با عدم امنیت و بی‌امانی و حقارت و دشمنی و خصومت در جامعه ایجاد می شود. یکی از مشکلات بزرگ این آزمایش و این امتحان این است که با کمال تأسف خطای فردی موجب نزول بلای اجتماعی می شود، یعنی خطا فردی است، آزمایش جمعی است و این یکی از وحشتناکترین چهره های این آزمایش است که ارتباطات انسان‌ها رو با هم نشان می‌دهد و مسئولیت مشترک انسان رو در رفتار و کردارش در جامعه نشان می‌دهد. که درست است که یک شخص فاسق بوده، ولی جامعه‌ای که در تعامل با این فاسق است اکثراً همراه با این فاسق باید مقابله کنند با این آزمایش. وقتی این آزمایش فرود می‌آید، وقتی این امتحان قاطعیت پیدا می کند، با کمال تأسف و تأثر و وحشت خطای فردی آزمایش جنبی رو ایجاد و ایجاب می کند. و اگر انسان بیندیشد به این حقیقت، هر چقدر هم که این آزمایش خطر کمتری داشته باشد و خفیفتر باشد، باز هم انسان وقتی فکر میکنه که در جامعه زندگی میکنه که روی تک تک افراد تسلط و کنترل نداره و بعد ما میبینیم که در جامعه بسته‌ای که ما در اون جامعه زندگی میکنیم اگر یک یا چند نفر خطایی کنند که مستوجب امتحان جمعی باشه برای جامعه، یعنی درس امتحان درس اجتماعی باشه، امتحان بر جامعه وارد میشه. به همین مناسبت هست که در جامعه پیامبر فاسق نبوده، متخلف هم نبوده، دروغگو هم نبوده، شهوتران هم نبوده، خطرناک هم نبوده، متکاسر هم نبوده، هیچ کدام اینها با پیامبر نبوده. پیامبر یک فرد درستکار و امینی بوده، بالاترین صفت او صفت امانت است در ابعاد مختلف که حالا درباره اون نمیخوایم داد سخن بدهیم، فرصت نیست، به جای دیگری میبره ما رو.
ولی به طور خیلی خلاصه تمام عظمت و اعتبار پیامبر و امانتداری اوست. اما به همین پیامبری که نه تخلف کرده، نه فسق کرده، نه فجور کرده، نه اسکان کرده، نه طغیان کرده، نه کفر ورزیده، ولی در جامعه ای زندگی می کرده که اون جامعه می بایستی که مورد آزمایش قرار بگیره. حکمت الهی چنان است، حکمت الهی چنان است که وقتی این آزمایش فرود میاد، باید این آزمایش در حکمت الهی بر جمع نازل بشود. خود پیامبر هم مورد اصابت قرار گرفته، با وجودی که پیامبر در خور رسیدگی به این تنبیه از نقطه نظر فردانیت نبوده. یعنی اگر فقط پیامبر بود و فقط این قانون امتحان بود، هیچ وقت این قانون شامل حال پیامبر نمیشد، چون تخلفی نکرده بود. اما چون پیامبر در جامعه ای زندگی می کرده که اون جامعه تخلف کرده، خوب متن آیه نگاه بکنید، آیه 24 می گوید که این اصابت می کنه به اونها، مسستمل، به اینها اصابت می کنه رنج و ضرر و زیان و متزلزل می کنه اونها رو در ایمان، حتی یقولو، تا جایی که میگوید رسولو، تا جایی که رسول میگوید والذین آمنوا معه، و کسانی که همراه او هستند یا ایمانداران دیگری که با او هستند، اینها میگویند متى نصر الله، کجاست؟ با تردید میگویند کجاست. و به این لحاظ ما در جامعه که زندگی میکنیم دارای مسئولیت مشترک رفتاری هستیم. ما باید در یک جامعه که زندگی میکنیم مسئولیت مشترک رو بپذیریم، حاکمیت مشترک رو بپذیریم، تمدن رو بپذیریم، انتظام رو بپذیریم، قانون رو بپذیریم. و چون ما در جامعه مسئولیت داریم در مقابل هم، یعنی ما همه از یک آب و از یک جوی، از یک رودخانه شرب میکنیم، و اگر یکی در این رودخانه ادرار کند و این آب رو مسموم بکند، همه کسانی که از این آب میخورند، چه کسانی که ادرار کردن چه نکردن، همه مریض می شوند. در باره اینکه حکمت خدا رو سوال بکنید که چرا آب رودخانه رو برای هر فردی جدا جدا معین نکرده، اون رو من نمی دانم. شاید هم اگر بدانم الان فرصت گفتنش رو نداشته باشم. اما بحث ما بر سر این است که این سیستمی است که بر بشریت حاکم است. یک رودخانه واحد است، 1000 نفر آدم، هر 1000 نفر مسئول حفظ نظافت برای این رودخانه هستند، و هر 1000 نفر، یک نفر از این 1000 نفر اگر در این آب ناخالصی ایجاد بکند، بیماری ایجاد بکند، نجاستی در این آب بریزد، همه این افراد بیمار می شوند. یعنی آزمایشی که قرآن می کند از ما، آزمایشی است که ما رو برای جامعه عملی و پرکتیکالی که در خارج هست تربیت می کند. عمل فردی، مسئولیت اجتماعی، تخلف و فسق فردی، آزمایش الهی، که آزمایشی است که باید در دنیا این آزمایش بشه. ما باید یاد بگیریم که این 1000 نفر در کنار این یک رودخانه واحد که آب همه اینها رو تأمین میکنه، یکی از مصرف کنندگان این آب هم پیغمبره. او که در آب ادرار نمیکنه، اما دیگری که در آب ادرار میکنه، ادرار او پیامبر رو هم بیمار میکنه. بنابراین اگر آزمایشی قرار بیاید که جلوی ادرار کردن رو بگیرد و انسان معتقد بشود که ادرار کردن در آب آشامیدنی کار زشتی است، اگر قرار است که این امتحان ما را تربیت بکند با همه سختی ها و دشواری هایی که دارد، متاسفانه مؤمنین و پیامبر هم مشمول این قانون مصیبت بار می شوند.
این است که انسان باید دقت بکنه که در لابلای آیات قرآن تکلیفی که برای جامعه معین میکند که جامعه باید دارای قانون باشد، جامعه باید دارای انضباط و انتظام باشد، رابطه باید دار، جامعه باید دارای اخلاق باشد، جامعه باید هم پلیس درونی داشته باشد هم پلیس بیرونی داشته باشد، و اینها رو خدا فراهم نمی کنه. خدا بیس و پایه این رو در اختیار و مبنای این رو در اختیار ما گذاشته. ما هستیم که با اتکا و استفاده مجاز و مختار از اساسنامه دین، نه از قانون دین، از اساسنامه تشکیل قانون دین می توانیم در یک سیستم شورایی استفاده کنیم و بر اساس تعالیمی که آموخته ایم برای اون سرزمین، برای اون جغرافیا، برای اون استیت، برای اون واحد سیاسی حکمرانی تهیه کنیم، تدوین کنیم و قانون بسازیم به نمایندگی از مردم، و اون قانون به نحوی باشد که بر اجتماع دارای تحکم باشد و جلوی تجاوز افراد رو به هم مسدود کند و به مردم بگوید که ما همه دارای مسئولیت مشترک هستیم. مردم در جامعه بشری اگر یک نفر گمراه بشود دیگران نمیتوانند مهتدی باقی بمانند. شما به سوره فاتحه مراجعه بکنید، همین سوره ای که بارها میخوانیم و کمتر دقت میکنیم، بسم الله الرحمن الرحیم، الحمدلله رب العالمین، حمد میکنم ربی رو که ربانیت او مربوط به عالمین میشود، یونیورس ها میشود، عالم ممکنات میشود، الرحمن الرحیم، اون ربی که عالم رو اداره میکنه، عالم رو بر دو محور و بر دو اساس اداره میکنه، بر اساس صفت رحمت در بعد رحمان و صفت رحمت در بعد رحیم، صفت رحمت در ایجاد و صفت رحمت در استمرار و تداوم. مالک یوم الدین، خدایی که، ربی که مالک و مالک انحصاری اون چه که در روز رستاخیز، در روز حشر ظاهر می شود و حاضر می شود. وقتی که این تذکرات رو ما برای خودمون از قرآن استخراج می کنیم و می فهمیم که ما با چه صفتی از صفات خدا می خواهیم که تعهد امضا بکنیم، یعنی در واقع در این قرارداد اجتماعی دو طرف وجود دارد. یک طرف قرارداد رب است، یک طرف قرارداد ما هستیم. هر قراردادی دارای دو طرف هست، یکی که تعهد می کند و یکی که تعهد رو دریافت می کند، و در مقابل این اون کسی که تعهد دریافت کرده خود او تعهد می کند در مقابل تعهد دیگری. ما به طور کلی در سیستم های موجود جهانی دو نوع قرارداد داریم، قراردادی که زمان بینش نیست، یعنی قول و عمل با همه، مثل اینکه من به نانوایی مراجعه میکنم، یک نان میخرم یک دلار، این قرارداد زمانی نداره، نان رو میگیرم یک دلار رو میدم، یا پول رو میدم نان رو میگیرم، این رد و بدل کردن و تعامل فاقد زمانه.
که در اینجا قول و عمل در هم ترکیب و تلفیق میشه. اما گاهی از اوقات میبینید که قول و عمل با هم فاصله پیدا میکنه به لحاظ طبیعت قرارداد. مثلا وقتی کسی تعهد میکنه که من خانه شما رو تعمیر میکنم، شما این مقدار به من پول بدهید. الان نه پولی داده شده نه خانه ای تعمیر شده، ولی قرارداد بسته میشه. این قرارداد الان در مرحله تعهده، قوله، هنوز به مرحله عمل نرسیده، بعدها به مرحله عمل میرسه. یعنی در واقع عمل و تعهد و وعده به عمل در دو مرحله و دو مقطع جداگانه انجام میشه. قراردادهایی که انجام قرارداد به آینده موکول میشه، اینها قراردادهایی هستند که بین قول و عمل فاصله است. بارها عرض کردم به زبان انگلیسی به این نوع دو قراردادی که وجود داره و ریشه قرآنی و توراتی هم داره این برداشت قانونی آمریکا، که به این قراردادها میگوید که unilateral contract، که فعل و عمل و قول به عمل در یک مرحله انجام میشه، مثل خرید نان. یک سری قراردادهای دیگه ای داریم که همونطور که عرض کردم فعل و گفتار با هم فاصله داره. از نظر دیگه گفتار در مقابل تعهد، در مقابل تعهد، عمل در مقابل عمل، فاصله زمانی دارن اینها با هم. bilateral، بای یعنی که دو، lateral هم یعنی پله، مرحله، نردبان. bilateral یعنی دو پله‌ای، دو مرحله‌ای، یعنی قراردادی است که در دو مرحله انجام میشه، یک مرحله تعهد، یک مرحله انجام به تعهد. قراردادی که در سوره فاتحه آمده قراردادی است که در واقع از نظر تقسیم بندی حقوقی bilateral contract، یعنی که قراردادی است که در آیه 289 قرآن میگوید که دویون مدت دار یا قراردادهای زماندار به همین نوع قراردادها اشاره میکنه. اینها باید نوشته بشه، با هم دیگه باید بنویسید این قراردادها رو. همین قرارداد مدت دار رو در سوره فاتحه ما با خدا داریم انجام میدیم. یعنی در یک مرحله ما قول میدیم، خدا هم قول میده. در مرحله بعدی ما شروع میکنیم به قول خودمون وفا کردن، خدا هم شروع میکنه به قول خودش وفا کردن. توجه کنید، ما در یک مرحله در مقابل خدا میایستیم، تعهد من در مقابل تعهد خدا. هنوز هیچ کدام، نه ما نه خدا، هیچ کاری انجام ندادیم، فقط دو تا گفتار در مقابل هم قرار گرفته که حالا تشریح میکنم. این تعهداتی که ما کردیم زمان داره، چون زمان داره در مدت انجام میشه. اگر قرارداد بین دو شخص بود حتما بنا بود نوشته بشه، کاتب داشته باشه. اما چون قرارداد بین شما و خدا بسته میشه و خدا مجرد است، شما نمیتوانید از ابزار مقید استفاده کنید. مثلا یک کاغذ بردارید امضا بکنید، جای امضای خدا رو هم در اونجا بنویسید. چون خدا قادر مطلقه، چون خدا مالک مطلقه، بنابراین به شما دستور میده که در روابط دنیایی و عالم مقید که چیزهایی که دارید این قراردادهاتون رو بنویسید. اما در مورد قرارداد شما و خدا این نوشتن در اون آیه نیامده. میتوانید به صورت شفاهی این کار رو انجام بدید، رو قلبتون بنویسید. پس ما در مقابل خدا میایستیم و میخواییم الان یک قراردادی ببندیم که فعلا تعهد میکنیم، امضا میکنیم، قول میدیم، قرارداد بسته میشه و بعد شروع میکنیم به انجام این قرارداد. بعضی از قراردادها هستند که مستمر هستند، ادامه دارند، تمام شدنی نیستند تا وقتی انسان زنده است. مثل قرارداد ازدواج، وقتی ازدواج میکنند حتما باید اول دو تا تعهد در مقابل انجام بشه. من از شما، البته در اسلام زن مرد رو به عقد خودش در میاره و اکثر افراد نمیدانند این کارو، چون در
مراسم عقد و اینها از محضردار و وکیل و اینها استفاده میکنن، متوجه نمیشوند که چه کسی را عقد میکند. زن بر رسم و رسوم اسلامی مرد رو به عقد خودش در میاره. اگر در قباله های ازدواجتون نگاه بکنین، در اونجا کسی که موجب میشه یا آفر میکنه یا پیشنهاد میکنه، ایجاب میکنه، در واقع زن هست و مرد قبول میکنه. البته کاملا این کار رو دگرگون کردن و مثل بقیه چیزها، اگر ما به هر کدام این دردها بخوایم اشاره بکنیم، نه این برنامه ها تمام میشه نه این آیه ها به پایان میرسه. رها میکنیم این کار. قرارداد ازدواج یک قراردادی است که دو تعهد، تعهد قولی حرفی میاد، هنوز عملی نشده است، نمیتواند عملی بشود. این دو قول انجام میشود، تعهد میشود که یک سری اعمالی انجام بدهند. بعد از این تعهد اون اعمال ادامه پیدا میکند و انشاءالله که مال همه تا آخر عمر ادامه پیدا کند بدون اینکه به جدایی برسد. در قراردادی که با خدا میبندیم ما تعهد میکنیم در مقابل خدا که خدایا به موجب این قرارداد من حمید با تو خدا تعهد میکنم که من تنها تو را عبادت میکنم و عبادت خدایا عبارت است از عبودیت و اطاعت محض و تسلیم شدن به شوق، به ذوق و با علاقه، در جستجوی این باشم که تو چه میخواهی که من آن کنم. و تعهد دیگری که میکنم این است که من دست گدایی پیش هیچ کس دراز نمیکنم و به هر کس که مراجعه میکنم وظیفه او رو به او یادآوری میکنم و میدانم که همه اموال متعلق به توست. بنابراین من اگر از همسایه دزدی میکنم از تو دزدی میکنم، هم به همسایه بدهکارم هم به تو بدهکارم، چون این امانت دار توست و تو مالک این امانت هستی. هم مدیون تو میشوم هم مدیون امانت دار تو میشوم. و من وقتی از تو کمک میخواهم تنها انحصارا تو رو در عرش بالا میبینم. هر چه هست مال توست، هر چه هست مالکش تو هستی و از تو نیرو میخواهم، از تو کمک میخواهم. هیچ کس نیست که کمک او مستقل باشد، همه هستی از تو کمک میگیرد و من هم از تو کمک میخواهم. این دو تعهد رو ما در مقابل خدا انجام میدیم، امضا میکنیم در قلبمون. اون وقت خدا هم برمیخیزه و او هم میگوید که من هم در مقابل این دو تعهد تعهد میکنم که اگر تو به تعهد خودت عمل کردی من هم به تعهد خودم عمل میکنم. و بعد هم به تو دستور میدهد و اطلاع میدهد، میگوید ببین من خدا، خدا حق، خودم رو مقید و محدود و مدیون میکنم وقتی تعهد میکنم. خدا میگوید من متعهد میشوم، من بدهکار میشوم به تو که بنده من هستی. اوفو به عهدی، عمل میکنم با آنچه که تعهد میکنم. اوفو به عهدکم، امر میکند به تو، اطاعت میکن، انجام بده، وفا کن به پیمانی که میبندی، به تعهدی که میکنی. یعنی انجام تعهد برای ما به موجب این آیه قرآن عبادت است و سرباز زدن از تعهد به موجب این آیه قرآن عصیان و طغیان و فسق است. یعنی ما اگر تعهدمون رو انجام بدیم عابد هستیم، ما اگر تعهدمون رو انجام ندهیم فاسق هستیم، اکثرا هم هستیم. ما در مقابل خدا می ایستیم، دو تعهد می کنیم، ایاک نعبد و ایاک نستعین.
و بعد در قالب کامپوزیشن و انشا و نحوه نوشتن ادبیات باید دقت بکنید که کی به شما اجازه داده که به خدا بگویید که از خدا تعهد بخواهید. این دعا نیست، این از خدا تعهد خواستنه که تو هم متعهد هستی، اهدنا الصراط المستقیم، تو هم به هدایت متعهد هستی. در مقابل این تعهد ما، تو هم تعهد هدایت داری. نکته ای که در اینجا بسیار بسیار حیرت آور است و همین مسئولیت متقابل اجتماعی رو نشان می دهد در افراد، که پایه و اساس وجود دین به لحاظ وجود تعامل اجباری و جبری، به تعامل جبری در جامعه بشری است که ما مجبور به تعامل و تبادل حق و مسئولیت، امکان و نیاز در جامعه بشری هستیم. به خاطر اینکه ما موجودات اجتماعی هستیم، به لحاظ اجتماعی بودن ما به عنوان موجود، ما مجبور به تعامل و تبادل و دادستد هستیم در مقابل خود هم دیگه. به این لحاظ مسئولیت فردی در اجتماع منتزع و منفک از دیگران وجود منطقی نداره، وجود خارجی منطقا وجود خارجی نداره، چون همه چیز به هم بافته شده مثل تار و پود یک قالی، هیچ چیز از هیچ چیز جدا نیست. وقتی شما به یک جامعه ای نگاه میکنید به صورت یک قالی خوش رنگ خوش طرح، تار و پود این، اساس این که این بافت این قالی روی اون گذاشته شده، هر قالی که شما می‌بینید یک تار داره. تار این نخهایی است که چپ و راست این پایین رد می‌کنن و روی این نخها پود یا این پشم یا پنبه بافته میشه یا گره می‌خوره. ما وقتی که در جامعه زندگی می‌کنیم، ما به صورت یک قالی هستیم که تک تک ما تار و پود این فرش هستیم و به هیچ عنوان ما نمیتوانیم از هم جدایی داشته باشیم. و دین به این خاطر است که یک پدیده اجتماعی است که اخلاق رو در ارتباط با جامعه به ما درس میدهد و وظیفه ما رو در تابعیت از اخلاق و عدالت در جامعه منعکس میکند. به همین لحاظ است که انسان باید دارای اخلاق باشد، به همین لحاظ است که انسان باید دارای عدالت باشد. اگر انسان با دیگران دارای روابط ارادی نمی بود، چه احتیاجی به اخلاق داشت؟ چه احتیاجی به عدالت داشت؟ این همه حیوان و این همه جانبنده که زندگی می کنند در هستی، در یونیورس، اینها مگه هیچ کدامشان دارای مسئولیت هستند؟ هیچ کدام اینها مگه دارای اجبار به رعایت عدالت اجتماعی و انجام تعهد هستند؟ هیچ کدام اینها برای اینها نیست، چون اجتماعی هستند ولی مسئولیت ندارند، چون اراده و اختیار ندارند، با غریزه اینها حاکمیت می شوند. انسان چون دارای اراده و اختیاره و از طرفی موجود اجتماعی است، به داد و ستد مجبور و محکومه. به این لحاظ است که در جامعه وقتی اشتباهی میشه، در جامعه پیامبر، در اون جامعه بسته، یک نفر اگر خطا بکنه و آب رو گلالود بکنه، همه رو مسموم و بیمار کرده. وقت این است که میگوید در این جامعه که یک شخص منزه و امینی مثل رسول اکرم وجود داشته، او هم در مقابل این اصابت این آزمایش های خطرناک قرار میگیره و او هم به جایی میرسه که ایمانش متزلزل میشه، با وجودی که میگوید این آزمایش مخصوص کسانی است که فاسق و خطاکار هستند. اما شخص فاسق باعث می شود که این اصابت قانون به وجود بیاید و تعمیم پیدا بکند به همه افرادی که در اون جامعه منافع مشترک دارند. این است که در قراردادی هم که ما با خدا می بندیم، ما با فرد با خدا قرارداد می بندد، اما خدا با فرد قرارداد نمی بندد. خدا با جامعه قرارداد می‌بندد. به متن قرارداد نگاه بکنید. ایاک نعبد و ایاک نستعین. من تعهد می‌کنم که تو را اطاعت و عبادت کنم و
و جز تو استعانت نخواهم از کسی. در مقابل این خدا میگوید به ما که بگو اهدنا صراط المستقیم، بگو که ما را به راه راست هدایت کن. یعنی خدا میگوید که تو تعهد فردی میکنی، من نمیتوانم تعهد فردی کنم و نمیکنم. این نیست که من تو رو فقط هدایت بکنم بقیه در گمراهی باقی بمانم. این جامعه ای که شما دارید یک دریاچه بسته است، یک رودخانه است، یک خانه است، یک مخزن آب است، یک وطن است، یک واحد است و همه چیز در این واحد مثل اون فرش، مثل اون قالی به هم تنیده و هیچ چیز از هیچ چیز جدا نیست. این موضوع اجتماع و وجود جامعه و عدم تفکیک و ایجاد انتزاع بین حق و مسئولیت در جامعه و اینکه انسان رو از موجود اجتماعی خارج کنیم و به صورت یک موجود فردی بیرون بیاوریم کاری بسیار مشکل و غیر قابل انجام است. یعنی عملی نیست که انسان بتواند از موجودیت اجتماعی خودش خارج بشود. و همه این قوانینی که در قرآن هست به نام دین مربوط می شود به اداره جامعه‌ای که موجود اجتماعی در اون جامعه زندگی می کند و حق و مسئولیت در برخورد تعاملی شناخته می شود و در این جامعه چو عذری به درد آورد روزگار دیگر عذرها را نماند قرار. به این ترتیب، به این شرایط و همچنین به مکانیسم وقوع آن از واژه اصابت در قرآن استفاده شده است که آزمایش اصابت پیدا می کند و مصیبت ایجاد می کند. اصابت به معنای برخورد یک یا چند نیرو به عنوان علت بر چند نشانه است. در شرایطی که واقع شده به لحاظ ایجاد مصیبت و ایراد مصیبت، تنها یک دعا برای مردم باقی میماند و آن دعای نصرت است. نصرت در ترجمه هایی که به معنای یاری و مساعدت شده که شاید باید کامل تر بشود، نصرت کمک و یاری مستقیم نیست، بلکه روش و نیرو و اسباب و آلتی است که شمول آن و تأثیر آن موجب برداشتن و رفع و برطرف کردن شرایط علی می شود که مانع انجام کار هستند. یعنی از خدا خواسته می شود که شرایطی را که موجب مصیبت شده است، موجب انسداد راه شده است، برطرف کند و بردارد. نگرش کوتاهی به شرایط امروز جهان، به خصوص به جامعه جهانی که شامل مسلمین هم باشد، به روشنی گویای این واقعیت و مصداق شرایط اصابت امتحاناتی است که قرآن به آن اشاره می کند. یعنی از دست رفتن یا لرزان شدن، ناپایدار شدن ایمان، تبدیل خرافه به ایمان، تبدیل وحشت به امنیت، تبدیل عقل و منطق به افسانه و حدیث. و اینها همه نمونه های بارزی هستند از این مصیبتی که شامل همه مردم شده است، که تنبیه مستقیم در واقع اعمال مجازات و یادآوری و بیدار باش برای حتی کسانی است که مرتکب این گناهات و اشتباهات نشدند. این شرایط به قدری وسیع و مصیبت بار است که در جامعه ایجاد یأس و ناامیدی می کند و نه تنها مردم که حتی پیامبران در این شرایط دچار تردید و گاهن اسقاط ایمان و ایقان به رحمت خدا می شود و با تردید سوال می کنند که نصرت و رفع بلا در کجاست و کی می آید و آیا هرگز می آید. در دنیای امروز مردم با شرایطی مواجه هستند که دقیقا گویای همین حقایق قرآنی است.
یعنی مرتب مردم از خود سوال میکنند که مثلا اگر اسلام برحق است، این چه دینی است که اکثر باورمندان آن در این شرایط دشوار به سر میبرند؟ و بالاتر از همه، چرا تعالیم اسلام کارگر واقع نشده است؟ قرآن در پاسخ این سوال میگوید اولا این مصیبت اشاره به جبر معلول در مقابل علت مختار و مسئول است، یعنی کسانی که موجب اصابت این مصیبت شدند یقیناً اراده و اختیار داشتند و این مربوط به مردمی است که دانسته و مختارن به نقض عهد پرداختند و موجب بروز و ایجاد این شرایط نامطلوب و خطرناک شدند. اما هنوز هم مردم غافل و بیخبرند و هنوز هم به جای اینکه ریشه این معلول و مصیبت رو در علتهای اختیاری آن جستجو کنند و بشناسند، هنوز هم ناوک حمله خود رو به تعالیم حق اسلامی متوجه می کنند. با این همه توضیح که قرآن می دهد که این آزمایش سختی که بر جامعه مستولی می شود به علت اشتباهات و به علت کجروی ها و فسقی است که اعضای جامعه انجام دادند، ولی آزمایش برای همه جامعه فرو می آید و همه جامعه رو در بر می گیرد. این پاسخ عجیب و حیرت آور که حلال مشکلات است برای کسانی که هنوز دوست دارند که اسلام رو مورد تخته قرار بدهند کارگر واقع نمی شود و باعث توجه و اقبال اونها قرار نمی گیرد و مرتب سوال می کنند که اگر این دین خوبیست چرا در 1400 سال گذشته نتوانسته از کاری بکند. قرآن می گوید به خاطر اینکه نه تنها در 1400 سال، در 1400 میلیون سال گذشته و آینده هم دین وسیله تحکم نیست، دین دارای قدرت اعمال و اجرا نیست و نباید باشد. دین گویای حقایق است و دین در واقع عرضه کننده روش هدایت است. این انسان است که با داشتن اراده و اختیار در مقابل این تعالیم یا تسلیم می شود یا عصیان می کند. اگر عصیان کند، نتیجه عصیان در مقابل تعالیم و هدایت‌های قرآن بروز امتحاناتی است، نزول امتحاناتی است که همه جامعه را در بر می‌گیره. امروز تخلفات افراد در سطح موقوفات محلی در جاهایی که انتزاع دارند از بقیه جاها منفک و تنها هستند، اما این تخلف‌های موضعی در سطح جهان لزوم اعمال و شمول امتحان رو واجب کرده و جامعه بشریت روی کره زمین مشمول این امتحانهای سخت شدند که با خودش ویرانی و مصیبت میاره. حالا افراد سوال میکنن که ما که کاری نکردیم. چطور کاری نکردی؟ تو هم در همین جامعه زندگی میکنی، نگاه کن ببین کاری کردی یا نکردی. اینکه چرا خدا جامعه بشر رو و خود نوع بشر رو به صورت موجود اجتماعی خلق کرده، اون حکمتی است که من به اون حکمت آشنا نیستم، اما این حکمت وجود داره که انسان‌ها در زندگی اجتماعی منافع مشترک دارند، بنابراین باید دین مشترک داشته باشند. منافع مشترکی که دارند باید قانون مشترک داشته باشند و باید متحد باشند با هم در وقوع جلوگیری از مصیبت ها و چنین نمی کنند و باعث ایجاد این مصیبت می شوند. و وقتی که یک یا چند گروه باعث ایجاد ورود این امتحانات مصیبت بار می شوند، همه ی جهان رو این مصیبت ها در بر می گیره. و برای این است که چرا اسلام به اهداف خود نرسیده؟ اسلام به اهداف خود رسیده، تو به اهداف خود نرسیده ای. قرآن به عنوان یک راه حل و به عنوان تعیین کننده مسیر
فرمول هایی در اختیار شما میگذارد که شما وقتی سرپیچه میکنید این اتفاقات میافتد، برای همسایه شما همین اتفاق میافتد. چرا؟ حکمت اون رو من نمیدانم، اما اینها برمیگردد به اجتماعی بودن موجودی به نام انسان و قبول مسئولیت اجتماعی حتی اگر تخلف فردی باشد. مجازات و مصیبت اجتماعی است. در خاتمه قرآن میگوید با همه سختی ها و مرارت ها و دوام مصیبت الله یک موضوع را ضمانت میکند و آن این است که نصرت مورد نیاز و استدعای شما از شما دور نیست و به شما نزدیک است و نزد شماست. پرده های جهل و طمع و قفلت رو کنار بزنید تا نور خورشید به خانه های قلب شما و جهان شما تابنده و تابناک بشود. تشریح مختصر آیه 214 در اینجا به پایان میرسد. در نشست بعدی با پس از طی دقایق کوتاه باز میگردیم و آیه 215 رو شروع میکنیم. ما امروز ساعت 2:30 به وقت غرب آمریکا این برنامه رو شروع کردیم و ساعت 6:30 یعنی حدوداً یک ساعت دیگه 4 ساعت برنامه فیسبوک حد برنامه فیسبوک به پایان میرسه. 1 ساعت دیگه و برنامه برای چند ثانیه قطع میشه و 2 مرتبه شروع میشه. برای کسانی که علاقه به این برنامه دارند و روی فیسبوک ما رو میبینند، اینها میتوانند که 1 ساعت دیگه که این 4 ساعت تمام میشه بازگردند و با ما باشند. روی فیسبوک کسانی هم که خسته شدند میتوانند به استراحت بپردازند. اتاق فرمان برنامه بسیار جالبی در ارتباط با تفسیر جدیدی از کتاب حافظ اقدام جدیدی کرده است و کار پسندیده‌ای قابل تحسینی ایجاد کرده است که فکر میکنم که بعد از ساعت 8:30 یا 9 شب قسمت اول اون پخش خواهد شد. ما یک بار دیگر هم حدود فکر میکنم 14 ساعت در باره عرفان حافظ سخن گفتیم و این نگرش دیگری است که خلاصه تر هم بیان شده و با مقداری موسیقی هم همراه است و امیدوارم که مورد پسند خاطر مشکل پسند شما قرار گیرد. دقایق کوتاه دیگری برمیگردیم و بعد از 1 ساعت برنامه از روی فیسبوک برداشته میشه، چند ثانیه بعد 2 مرتبه گذاشته میشه که قوانین فیسبوک رو هم رعایت کرده باشه. با ما باشید، باز میگردیم با شما خواهیم بود.